سلام های گرم به شما که همچنان در خط مقدم این انقلاب هستید با برنامه همراه همراه با شما صدای شما در خارج از کشور هستیم با ما باشید. در ابتدای برنامه گوشه هایی از خبرهای یک هفته گذشته در خارج از کشور رو به اطلاع شما عزیزان میرسانیم. در تداوم خیزش انقلابی گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران، همزمان در خارج از کشور نیز ایرانیان کشورهای مختلف برای حمایت و همبستگی با مردم در ایران تجمعات ده هزار نفری رو برپا کردند. در هفته‌ای که گذشت در چندین شهر در کشورهای مختلف این تجمعات برپا شد و ادامه داره. یکی از این تجمعات پرشور میتونم بگم در خارج از کشور مربوط به شهر ونکوور در کانادا است که با هم گزارش‌های کوتاهی از این تجمع رو میبینیم. In the streets of Tehran and across Iran today. در داخل کشور در ده ها شهر و دانشگاه و مدارس همه به خیابون ها اومدند و در این بین توسط ایرانیان خارج از کشور در سوئد، در شهرهای مالمو، گوتنبرگ و استکهلم و در آلمان شهرهای کاسل و فرانکفورت و همچنین در اتریش در شهر وین
و چندین شهر دیگر تظاهرات های باشکوهی برگزار شد. گوشه هایی از این تجمعات و تظاهرات رو برای شما انتخاب کردیم که با هم این تجمعات رو میبینیم. دو سفرا و دیپلمات های جمهوری اسلامی که در توطئه‌های تروریستی در خارج از کشور دست دارند، به جمله اسدالله اسدی و حمید نوری ها پشت میله های زندان ببرند. جمهوری اسلامی را بایکوت کنید، روابط دیپلماتیک خود را با این حکومت فساد و جنایت و ترور قطع کنید، سفارتخانه هایش را ببندید و نمایندگان آن را از همه نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و سازمان جهانی کار اخراج کنید. اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده، برای ولی از رو گرفتای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سرهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای همه، برای غیر تکراری، برای همه شعارهای تو خالی، برای آبار خونه های پوشالی، برای روز پنجشنبه 13 اکتبر تحسنی هم از طرف چند سازمان آلمانی و ایرانی مقابل وزارت امور خارجه آلمان فراخوان داده شده. در همین رابطه هم مینا احدی، یکی از فراخوان دهندگان، پیامی رو برای ما ارسال کردن که با هم این پیام رو میشنویم. ما روز پنجشنبه در شهر برلین در مقابل وزارت امور خارجه فراخوان یک تظاهرات یا یک تحسن یک روزه رو دادیم. این حرکت از طرف چندین سازمان ایرانی و آلمانی ارگانیزه شده و امیدوارم که شما در این روز با ما همراه باشید. از ساعت 11 صبح تا 5 بعد از ظهر در مقابل وزارت امور خارجه باید کاری بکنیم که دولت‌ها تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، مستقیم باشون صحبت کنیم. مثلا وزارت امور خارجه آلمان که خانم آنالینا بربوک گفت که سیاست فمینیستی میخواد به کار ببره، همین جمله باعث شد که خیلی‌ها بهش مراجعه کنن یا حرف بزنن، بگن خب کو سیاست فمینیستی تو، و تا حدودی داره تندتر حرف میزنه. ولی این هفته روزنامه بیلد مطلبی رو منتشر کرد در مورد اینکه عدنان طباطبایی که از کسانی هست که هم خانوادش و هم خودش در خدمت جمهوری اسلامی، یکی از عناصر حکومت اسلامی هستند، اینا در کشور آلمان اولا یه مؤسسه درست کرده، مثلا یه اتاق فکر، و بودجه میگیره از دولت آلمان، و در این حال بودجه میگیره از دولت آلمان سالانه 1 میلیون یورو، و میگه که ما سعی میکنیم که در عراق و یمن و لبنان و غیره صلح برقرار کنیم. یعنی جمهوری اسلامی داره
در این کشورها آرامش و صلح به ارمغان میاره. این فرد مشاور وزارت امور خارجه آلمان هست و روزنامه بیلد نوشت با خود منم مصاحبه کردن اونجا، از منم نقل قول آورده و منم تحقیقات نسبتا مفصلی در مورد این عدنان طباطبایی کردم که مشاوره میده و الان هم که اتفاقات و اعتراضات و انقلاب زنانه در ایران در جریان هست، میره میگه که اوضاع عادیه، مردم موفق نخواهند شد جمهوری اسلامی رو بندازن و در داخل وزارت امور خارجه اختلاف نظر پیش اومده با بسیار دپارتمانت سوم که مسئول خاورمیانه و یکی از کسانی که تو این دپارتمان کار میکنه، به نظر میرسه که صحبت کرده با خبرنگارا یا صحبتهایی کرده مبنی بر اینکه اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه یه فاجعه خواهد بود در منطقه. و خانم آنالینا بربوک خب یه ذره تندتر داره حرف میزنه، ولی کماکان به نظر من باید به وزارت امور خارجه و به دولت آلمان فشار بیاریم، چون بیشترین روابط اقتصادی رو با جمهوری اسلامی داره، میلیاردها رد و بدل میشه بین این دوتا حکومت و خود دولت آلمان نمیخواد این بازار رو از دست بده و به این معنا همواره در مقابل جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده تا امروز سکوت کرده. ولی الان به دلیل اعتراضات، به دلیل اینکه این اعتراضات سمپاتی عمیقی رو در جامعه ایجاد کرده، به دلیل شعار زن زندگی آزادی که توجه میلیون ها و میلیارد ها نفر رو به خودش جلب کرده، دولت آلمان داره عکس العمل نشون میده و تحت فشار هست. به این معنا بسیار مهمه این تحصن، این رو میخوام تاکید کنم، این حرکت بسیار مهمه، سعی کنید تو این حرکت شرکت کنید و ما سعی خواهیم کرد با رسانه ها در محل صحبت کنیم. از همین الان، همین امروز روزنامه تات زنگ زده، قراره بیاد اونجا مصاحبه بکنه، امیدوارم رسانه های دیگه و رسانه های فارسی زبان هم این رو پوشش بدن و امیدوارم بتونیم صدای شما مردم ایران رو به گوش دولت ها، در این حال دولت آلمان و وزارت امور خارجه آلمان برسونیم و سعی بکنیم که با وجود اینکه صدا به گوششون رسیده، سعی کنیم تحت فشارشون بذاریم که سیاست جدیتری رو در مقابل جمهوری اسلامی در پیش بگیرن و اون سیاست این هست که سفارت خونه هاشو ببندن، مرکز اسلامی هامبورگ رو ببندن، این حکومت رو نه به عنوان دولت یا حکومت ایران بلکه به عنوان قاتلین مردم ایران ببینند و به رسمیت بشناسند و بعد در عین حال اعلام کنند که روابطشون رو، روابط دیپلماتیکشون رو با جمهوری اسلامی قطع میکنن. این کمک بسیار زیادی به نظر من خواهد کرد به مبارزات و انقلابی که در ایران در جریان است. پس بعد ما دیدار در روز پنجشنبه در مقابل وزارت امور خارجه آلمان از ساعت 11 تا 5 بعد است. شرایط انقلابی پرشوری در جریانه، شعار زن زندگی آزادی هر روز که میگذره قلب‌های بیشتری رو تسخیر میکنه. سیاوش مدرسی دبیر کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری در برنامه ما حضور دارند تا از تظاهرات‌های باشکوهی که در خارج از کشور در جریانه و مدام بر تعداد اونها افزوده میشه رو گفتگویی در موردش داشته باشیم. سیاوش مدرسی به برنامه همراه، خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما، به نگار عزیز و بینندگان عزیزمون. برای هرچه مؤثرتر کردن این تظاهرات ها که داره هر روزم بیشتر میشه، اشاره کردم، این تظاهرات ها و سمت و جهت دادن به اونها دقیقا چی کار باید کرد؟ به عنوان مثال چه خواست ها و اولویت هایی رو باید در اولویت داد و اینکه چه شعارهایی تعیین کننده هستند تو این تظاهرات ها؟ ببینید، به اعتقاد من گام اول اینو بگم، من فکر میکنم این یه جنبش داخل کشوری صرفا نیست، این یه انقلاب داخل کشوری نیست، انقلاب خارج کشوری و در کل جهان داره یه انعکاس وحشتناک عظیمیه. وحشتناک منظورم برای نیروهای ارتجاییه، به شدت بزرگه، به شدت متحده، به شدت نبضش با نبض انقلاب در ایران میزنه. پس بنابراین من دوست دارم این ترمولوژی انقلاب در خارج و داخل رو به کار ببرم اگه اجازه بدین. یعنی واقعا اینطوریه، فضای خارج کشور همه میدونن، شما بینندگان عزیزم اپدیت میشن حتما از طریق خبرگزاری ها و اخبارش همه جوره پخش میشه، یه جو ملتهب بسیار قوی وجود داره، نیروهای زیادی به میدون اومدن، مردمی که تا دیروز باید التماس میکردی که بیان دخالت کنید، دلرنج بودن، آزرده بودن از اوضاع، حتی ناامید بودن،
الان به فعالین اجتماعی تبدیل شدن، به میدون اومدن. حساسیت بزرگ عظیمی تو خارج کشور، افکار عمومی خارج کشور وجود داره. دوست دارم رو این خیلی تاکید کنم. شما شاید باور نکنید، بسیاری از این تظاهرات رو ایرانی ها سازمان نمیدن. سازمان های فمینیستی مثلا در وین اتریش، 4 تا سازمان فمینیستی، 2 تا سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان به خصوص با این تم، مسئله زن محورشه. سازمان های فمینیستی، مدافع حقوق زن، همجنس گرایان، تمام اینها و افکار عمومی آزادی خواهانه، هنرمندان، از نمیدونم فلان ورزشکار بگیری تا نقاش تا هنرمند، خواننده سرشناس، اینا همه لیستش رو میبینید. چه اتفاقی افتاده؟ آیا فقط تو تهرانه، تو کرج، تو سنندج، تو اهواز؟ آیا تو شهرهای ایران این اتفاق افتاده؟ پس این جنبش چیه؟ چرا اینا اینقدر به حرکت در اومدن و حساس شدن؟ کسانی که تا دیروز، دولت مردانی که تا دیروز با نقاب، با حجاب پا می شدن، زناشون با زناشون می رفتن ایران، وزیر وزرا، از خانم کلودیا روت وزیر فرهنگ کنونی تا وزیر خارجه سوئد که خانومن با حجاب می رفتن، الان افتادن به توجیه کردن. یه چیز مسخره هم پیش اومده، این خانم کلودیا روت الان رهبر حزب سبزا بود و پرچمدار نسبیت فرهنگی، پرچمدار اینی که زن ایرانی حجاب باید داشته باشه برای اینکه فرهنگش این است، و کرور کرور کمک مالی میکرد به این نهادها و مساجد و برای ساختن مساجد. همین خانم امروز اومده داره میگه من حمایت میکنم. بهش میگن چرا حجاب سر کردی؟ میگه ببینید اینجای کاکلم بیرون، این اعتراض خاموش بوده. یه همچین مزخرفی میگه. یعنی این جنبش تا این حد پیش رفته، به خصوص با محور بودن مسئله زن در سر تا سر جهان، علیه اسلام سیاسی، علیه مردسالاری، علیه بیداد، علیه ظلمی که رو مسئله زن تو کشور خودشون، رو نه به حدت ایران، ولی تو اروپا آدم ها به قتل رسیدن به خاطر ضدیت با اسلام سیاسی، از شارلی ابدو گرفته تا فلان خواننده پاپ رو منفجر کردن در فرانسه، در سر تا سر دنیا سر بریدن وسط خیابون. ما تو اینجا چقدر تحت فشارشون بودیم و چقدر باشون سرشاخ بودیم. به هر حال به نظرم تو خارج کشور این فضا خیلی مستعده و هرچه بیشتر روی شعار زن، زندگی، آزادی باید بکوبیم، این شعار محوری ما باشه، متحد باشیم، مسئله فرقه گرایی و این سازمان و اون سازمان و پرچم سرنگ و نمیدونم فلان کس روح بابا بزرگ شاد و نمیدونم این یکی روح فلانش آمرزیده، اینا رو باید انداخت تو سطل آشغال. این انقلاب یه انقلاب ضد اتوریته است، ضد دیکتاتوری، ضد ارتجاع. با تمام قدرت بیایم متحد شیم و بریم جلو. مخاطب ما اکثریت مردم جامعه اند. بله. خب علاوه بر تجمعاتی که الان در خارج از کشور در حمایت از خیزش انقلابی ایران، البته خب فقط همونطور که گفتید فقط ایران نیست، در خارج از کشور همین خیزش داره ادامه پیدا میکنه، و چه کارهای دیگه‌ای میشه کرد در خارج از کشور؟ ببینید تو خارج کشور کمک یعنی کمک که نه، اصلا مسئله کمک نیست، مسئله خودم این مردمه، مردم ایرانیان خارج کشور، حتی افکار عمومی رو گفتم داخل، مترقی داخل کشورها، همشون مسئلهشون شعار مسئله مرکزی حکومت کثیف اسلامیه تو ایران. اینا باید گورشون رو گم کنن، اینا باید نابود بشه. تو خارج کشور چه کار میشه کرد؟ مسئله بایکوته، آوانس دادن و لات زدن و معامله کردن و آقا برجام اینجوری شد، آقا پول رفته تو ایران، چیش به دست مردم رسیده؟ مگه دوره احمدی نژاد بالاترین درآمد تاریخ نفت ایران رو نداشتیم؟ مگه همون دوره اعتراضات علیه فقر رو نداشتیم؟ مگه همون دوره شورش نداشتیم که مردم گرسنند؟ پس پول دادن به جمهوری اسلامی معنیش نیست، این نیست که خود اینا دارن، خودشون میلیارد میلیارد دارن میخورن از قبل سر همین تحریم، که آقا آره اگه پول نیست، پول کارگر رو نمیدیم، اگه کارگر اون وقت میاد تو خیابون اعتراض میکنه، بعد میگیریم زندانیش میکنیم، پولش رو نمیدم، اعتراضم میکنه میگیرمش. تقصیر چیه؟ برجامه.
مرگ بر آمریکا. خب من میگم مرگ بر جد آبادتون، ریشتون رو باید کند. شما پول داشتین، این جامعه تو فقر زندگی کرده، پول داشتین، میلیارد میلیارد دزدیدین. بنابراین مسئله محوری و مرکزی برای ما در واقع بایکوت این رژیمه، بایکوت همه چیزش، سفارتخونش پلیس و تروریست برمیداره میفرسته ایران، دستگیر شدن اینجا، دادگاه های اروپا دارن اینا رو دونه دونه محاکمه میکنن، از کنفرانس برلین گرفته تا همین الان کنفرانس میگم دادگاه میکونوس تو برلین، عذر میخوام، تا بگیرین بیاین تا استکهلم و بلژیک و همه اینا آدرس دادن، اسم دادن، اسم تمام سران نظام اومده با دلیل و مدرک. وقت با این رژیم چرا نگهش میداری؟ شما چرا آفریقای جنوبی رو چیز کردید، تحریم کردید؟ چون آپارتاید ضد نژادی، ضد سیاه‌پوست بود. آیا تو ایران این رژیم آپارتاید جنسی نیست؟ ضد زن نیست؟ دیگه چند تا زن باید کشته بشن؟ چند هزار زن باید فریاد بزنن که این رابطه کثیف قطع بشه؟ به رسمیتشون نباید بشناسید. هر کس بویی از انسانیت برده نباید این حکومت رو به رسمیت بشناسه. این حکومت کجا نماینده مردم ایرانه؟ اگه دفتر و دستک داره تو خارج کشور، یا برای تروره، یا برای سفید پول سفید کردنه، یا آقازاده ترتیب دادن بیاد باشه بره فلانجا. بچه های خودشون اومدن اینجا دارن تو ناز و نعمت میلیارد میلیارد دزدی زندگی میکنن، دختر ما رو تو ایران مهسا رو میگیرن میکشن، دخترهای دیگر رو. فقط قصه امروز نیست، 40 سال سر دختر 9 ساله حجاب میکشن، میگن تو زنی، دار دار خبر دار شما زن شدی، به تجاوز میشه کرد. بله، یک سوال دارم، وضع تحریم ها و یا همون بایکوت از جانب دولت ها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع داشته باشه؟ سیاوش مدرسی، بسیار تأثیر بزرگی داره. ببینید، رژیمی که شناخته نشه، برای اینکه افکار عمومی ایران و جهان این رژیم رو به رسمیت نمیشناسه، این رژیم خواهان سرنگونیشه، نابودی این رژیمه، اینا رو باید به زباله‌دان تاریخ انداخت. طبیعیه وقتی تمام این روابط قطع بشه، که الان خود ورزشکارا دارن میکنن، ورزشکارا دارن تیماشون میرن بیرون تحریم میکنن، هنرمندان از خانه سینما میرن بیرون تحریمش میکنن. الان چند تا ورزشکار تحریم کردن ورزش ایران رو، به خصوص خانوما. خب این تحریم باید هم سیاسی باشه، هم ورزشی باشه، هم سینمایی باشه، هم پولی باشه. تمام ثروتایی که اینجا هستن باید مصادره بشه به نفع مردم ایران. این پول مردم ایرانه. این به نظر من گام بسیار مهمی در راه سرنگونی حکومت اسلامیه و بیشک تقویت میکنه جنبش انقلاب زنانه ایران رو. خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر مطلب دیگری هست در خدمت شما هستیم، بفرمایید. برای آرزوی پیروزی دارم با تمام نیرو به میدون بیایم، هر جا میتونیم. الان شما میدونید تمام شهرها اعتراضه، تمام شهرها قرار اعتراض و تظاهرات پخش میشه. مهم اینه که شعار ما مرکزی باشه. الان قطعنامه ای صادر شده است طرف چندین و چند، امیدوارم این خونده بشه توی برنامه شما، چندین و چند تظاهرات در شهرها تصویبش کردن، یعنی به عنوان مطالبه. چی میخواد این تظاهرات؟ اینه که خیلی مهمه هم شعار ما چی باشه، هم مطالبهمون چی باشه. شعار زن زندگی آزادی شعار مرکزی تظاهرات تو تمام ایران، و این مطالباتی هم که مطرح شده تو این تظاهرات، که امیدوارم تظاهرات های بسیاری از ونکوور تا استکهلم و سر تا سر دنیا، امیدوارم شما اینو قرائت کنید، اسم شهرها رو بگیم و به اطلاع عموم برسونیم. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه همراه. متشکرم از شما. اعلام همبستگی مردم جهان با مردم ایران در مبارزه علیه این حکومت بی سابقه است. هشتگ مهسا امینی در توییت از مرز 280 میلیون گذشت. شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، با 200 میلیون
عضو در بیش از 160 کشور در جهان همبستگی خودش رو اعلام کرد. اتحادیه سراسری فرهنگیان بریتانیا، شورای اتحادیه‌های کارگری جهانی با مبارزات مردم در ایران اعلام همبستگی کردند. همچنین کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، فدراسیون‌های اتحادیه‌های جهانی، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ و سندیکاهای کارگری فرانسه، اتحادیه‌های کارگری کانادایی، اتحادیه‌های کارکنان عمومی و دولتی کانادا با 4000 عضو و اتحادیه کارگران خدمات عمومی بریتیش کلمبیا با 85000 عضو، کارکنان دولتی کانادا در آنتاریو با 280000 عضو سرکوب مردم توسط حکومت را محکوم کردند و مبارزات مردم اعلام همبستگی کردند. در رابطه با ترانه برای آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط که با نام آکادمی ضبط هم شناخته میشه اعلام کرد از 115000 درخواست ثبت شده در کارزار اینستاگرامی و تیک تاک، درصد شرکت کنندگان خواهان اعطای جایزه ویژه برای شروین حاجی پور شدند. خواننده جوان معترضی که آهنگ برایه رو سروده. همچنین تیم ملی زنان سوئد در پشتیبانی از ایران گفتند که برای زنان در ایران بازی میکنند و اظهار امیدواری کردند که دنیا به عکس العمل‌های خودش درباره ایران ادامه بدن. همچنین آنالنا بربروک وزیر امور خارجه آلمان خواستار برخورد اتحادیه اروپا با دست‌اندرکاران سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران شده و گفته که امیدواریم که بیشتر انعکاس نشون بدن به این مسئله. در ادامه همبستگی و حمایت از مردم ایران، تحریم‌های تازه مقامات حکومت ایران اتحادیه اروپا در نظر گرفته که 17 اکتبر این تحریم‌ها تصویب خواهد شد. وزرای خارجه 7 کشور از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، کانادا، بلژیک، سوئد و شیلی در پیام ویدیویی مشترکی با زنان ایران و مبارزه اونها برای آزادی ابراز همبستگی کردند که این ویدیو رو با هم می‌بینیم. Unless women are safe, no one is safe. Therefore we stand with the brave women of Iran for their rights, for their peace, for their freedom. Canada stands with the courageous women of Iran who are fighting for their freedom and also for their future. Because women rights are human rights. Les droits des femmes sont des droits humains. We join our voices to those of the Iranian people who are peacefully demonstrating. The repression must stop. Women's rights and freedom of expression must be respected. The women and men in Iran who peacefully protest against violence and discrimination has every right to do so. Women's rights are human rights. The rights to life, to free speech, and to free assembly are human rights. We stand behind the women of Iran in their protests for equal rights and against violence. Women's rights are human rights. Violence against peaceful protesters must stop. France fully supports the right of Iranian women and men to protest freely. Silence is not an option. Those responsible will be held accountable. I stand with the brave women and men of Iran. Because women's rights are human rights, we stand with the brave women of Iran for their safety, dignity and freedom. قطعنامه‌ای در تجمعات و تظاهرات‌های خارج از کشور به تصویب رسیده و این قطعنامه در بیشتر
شهرهای خارج از کشور قرائت شده و مردم اون رو با تشویق کردن به تصویب رسوندن. این قطعنامه در کشور کانادا در شهرهای ونکوور و تورنتو، در سوئد استکهلم، مالمو و بروس، و در کشور آلمان در شهرهای کلن، فرانکفورت، کاسل و اشتوتگارت، و همچنین در سوئیس در بون و فنلاند در هلسینکی قرائت شده و به تصویب رسیده. من میخوام اینجا این قطعنامه رو قرائت کنم برای شما و امیدوارم که این قطعنامه یک قطعنامه بین المللی بشه و همه این قطعنامه رو به تصویب برسونن و قطعنامه انقلاب در واقع به عنوان قطعنامه انقلاب به تصویب برسه. متن قطعنامه بدین شرح: ما شرکت کنندگان در این تظاهرات همانند همه مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی حکومتی ضد زن، ضد زندگی و ضد آزادی است و باید برود. ما از همه نهادهای بین المللی و دولتها می خواهیم که 1. جمهوری اسلامی را بایکوت کنید، روابط دیپلماتیک خود را با این حکومت فساد و جنایت و ترور قطع کنید. سفارتخانه هایش را ببندید و نمایندگان آن را از همه نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و سازمان جهانی کار اخراج کنید. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، قاتل آنهاست. 2. سفرا و دیپلمات های جمهوری اسلامی که در توطئه‌های تروریستی در خارج کشور دست دارند را دستگیر و محاکمه کنید. جای اسدالله اسدی ها و حمید نوری ها پشت میله های زندان است. 3. مقامات سابق و اسبق جمهوری اسلامی مقیم خارج کشور را که سالها در جنایات این حکومت شریک بودند و هنوز از سیاست های جنایتکارانه آن مثل ترور سلمان رشدی دفاع می کنند را بازداشت کنید و در دادگاه های علنی به محاکمه بکشانید. 4. وابستگان به مقامات جمهوری اسلامی را که با میلیون ها پول دزدیده شده از مردم ایران در خارج از کشور مقیم هستند تحت پیگرد قرار دهید و اموال دزدیده شده آنها را به نفع مردم ایران مصادره کنید. 5. از شرکت دادن هنرمندان و ورزشکاران ایران در مسابقات و فستیوال و کلیه مناسبات های ورزشی و هنری بین المللی تحت نام و پرچم جمهوری اسلامی خودداری کنید. آنها را به عنوان شهروندان جهان بپذیرید. در دهه 80 کل مردم دنیا و بسیاری از دولت ها و ارگان های بین المللی با بایکوت دولت نژادی آفریقای جنوبی به انقلاب مردم آن کشور کمک موثری کردند. اکنون نوبت رژیم آپارتاید جنسی در ایران است. جمهوری اسلامی را مانند رژیم آفریقای جنوبی در جهان بایکوت و طرد و منزوی کنید. این خواست و انتظار همه مردم ایران است. زنده باد زن، زندگی، آزادی. سرنگون باد جمهوری اسلامی. خب دوستان و بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید با آدرس هایی که در پایین این صفحه هست. ما منتظر پیام های شما هستیم، ویدیوهای شما هستیم. تا برنامه بعد، روز و روزگار بر شما خوش باد.